پسوردم بگم لیست پسورد اینو بمونه واسه جلسه. خب اینو خودش یه رو بسید دوش که حالا بقیهش بشه جلسه باید که تمامش کنیم بعد پروژه مونم استارت یا نه بمیشون خواستم بگم به این بگید بگم یادم اومد که از این هفته دارم یاد کلاس پایتون رو یادگیری ماشین ندارم. خب یه بریم سراغ فورگت. فورگت ببینیم چی هست و چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. اینجا قسمت پسورد کانفیرم داریم. اگه نگاه بکنیم شو کانفیرم فرم و پسورد کانفیرم داره. خب این یعنی چی؟ ببین شما میای یا یادت میره دیگه. من الان مثلا پسوردم واقعا یادم نمیاد. معمولا یادم نمیاد. میام این گزینه فورگت پسورد راحت هم میتونی بری اسمش عوض کنی بری اسم بازگردانی پسورد. روش کلیک میکنی اومد تو کجا؟ توی مسیر پسورد ریست. ببینیم ما پسورد ریست چی؟ کدوم از این هست که گزینه پسورد ریست رو داره؟ ایشونه که اسمش هستش پسورد ریکوست و ایشونه که پست هستش که پسورد رو چکار میکنه؟ آپدیت میکنه. خب بیام اینجا داره میگه که برید آقا روی کنترلر حفظ نکنید قشن آب پردم بیا روی کنترلر فورگت پسورد کنترلر فقط داره از یه تریت استفاده میکنه به نام یوز. بیا اینجا میگه شو لینک ریکوست فرم. میام اینجا ببینم شو لینک ریکوست فرم کجاست. شو لینک ریکوست فرم اینجاست. خب دقیقا میبینید به همین پسورد ریسته و همین مسیمه حفظ اصلا حفظ نمیخواد بکنه قشنگ اینجا داره مسیر رو یو آر ال رو میده آب خوردن اسم در واقع نیمش رو هم داده. خودت یه دفعه بخوای مثلا یه جا بذاری بیا فرمت آقا برو ریسیت کن آب خوردن میتونی روتش رو بذاری پسورد ریکوست و کجا میفرستید شو لینک ریکوست فرم. ببین چرا خودش ساده است و یه دفعه کار کنید یه دفعه دو دفعه بزن جلو دستو انجامش بده تو مغزت ملکه میشه دیگه اینقدر اینو بنویسید همشون هم همین شکلیه فرقی نداره. میاد اینجا داره میگه آس پسورد ایمیل آ شو لینک ریکوست فرم شو لینک ریکوست فرم داره میگه کجا هدایتت میکنه آس پسورد ایمیل. خب بیا ببینیم آس پسورد ایمیل کجاست. من اینا رو ببندم خیلیش میشه. ببین تو پسورد ایمیل ریست پسورد این الان این بالا نوشته ریست پسورد من مینویسم فارسی. خب سختشونه مردم فارسی باید مینویسید بازگردانی ایمیل. خب داره یه سشن ست شده احتمال زیاد این سشن چیه همون سشن یادتونه من فلش می‌زدم می‌زدم کرییت گفتم آقا عملیات موفقیت داشتون استاتوس هم این سشن استاتوس من بعدا این کار انجام دادم برمیگردم میگه عملیات بازگردانی ایمیل به موفقیت انجام شد. خب میاد پایین داره میفرستدش کجا به روت پست پسورد ایمیل. خب میرم میخونم ببینم پسورد ایمیل کجاست. پسورد ایمیل اینجا پسته به ایشون میره ایشون هم پسورد ریست بود که بحث ریکوست ایشون میشه تو کجا باید بره سن ریست لینک ایمیل. خب میام اینجا این پسورد ایمیل هستش. خب فهمیدم میام میتونه اسمشون دیگه عوض بکنید دیگه چیز زیاد سختی نیست اینا با خودتون اینم سن پسورد ریست لینک اینم میتونه عوضش بکنه مثلا شما بزنوش که بره مثلا عملیات انجام بشه. اینجا این سند ریسل لینک ایمیل اگه دقت بکنید توی سند ریکوست لینک ایمیل این هم اینجا هستش سند ریکوست لینک ایمیل میاد چی میشه از طریق ریکوسته که اینجا دارید میبینید اما خواهد داره عملیت ولیدیت رو انجام میده برو روی یه کنترل نگه دار بیا روی اینجا ولیدیت داره میکنه ایمیل ریکوایر ایمیل هم سادگی مواردی که خودمون رو انجام میدادیم متد نمیشه خیلی چیز راحت یادتون ما میرفتیم یه ریکوست مینوشتیم مینوشتیم پی اچ پی آرتیزان میک ریکوست مثلا فلان اینجا خودش داره میاد عملیات ولیدیت رو خودش اینجا انجام میده کار درستی انجام میده یا نه خود به خودش تصمیم گرفته. خب ما کاری نداریم نخواست شو فایل شما رو شروع بکنه شما اذیت بشید اشکال نداره. خب و گزینه اینجا یه بحث ریکوست رو داره انجام میده و این کارها رو داره اینجا بحث ریسپانس و ایناش رو داره انجام میده. خب اینم که گفته فقط اونلی ایمیل باشه ریکوستمون فقط مقدار سوال مقدار ایمیل باشه و مواردی که اینجا هستش. خب بیایم اینجا الان
من عملیات رو در واقع اومدم اینجا در مورد صحبت کردم، این دوتا رو هم گفتیم میام ازش استفاده میکنیم. خب یه گزینه ای داریم الان. خب من الان گیرم بیام و ایمیلم رو بزنم. آقا ایمیل آدرس تو میگه بزن. الان سن پسورد ریسل لینک رو بزنم، ببین یه ایروری به من برگرده. منتظر بشم. داره میگه کانکشن من نمیتونم استبلیش بکنم. کانکشن رو اوکی بکنم به میل هاک. آقا ما که رو هاست نیستیم که میل داشته باشیم که بیاد الان من بفرستم برام تو ایمیل، مثلا چه میدونم اسم مثلا دامنم ازش الکود ادسان اینفو مثلا دات کام. اینفو معمولا میزنه، حالا خود میتونی تعیین کنی که چی بزنی. من در واقع میل ندارم الان، چی میگن روی هاست نیستم، چیکار بکنم اینو هندلش بکنم؟ میاید میری توی سایتی، دو سه تا سایت هستن که برای ایمیل های فیک استفاده میشن. اولش میل پراپه، خیلی خوبه، روش کلیک میکنم. میاید میری توی سایت میل پراپ، ایشون رو یه دونه چیز میساز، یه اکانت میساز، یه لاگین من میزنم. شما یه اکانت بسازید، یه ساین اپ میکنید، یه دونه اکانت بسازید. من منتظر میشم که ایشون لاگین بشه. بذار این رو هم که خارج شد. خب میبینید زده سیف ایمیل تستینگ. اصلا شما میخواه پروژهاتون رو تست بکنید، یکی از سایت هایی که میتونید میل رو تست بکنید میل پراپ. میام بالا منتظر میشم تا ایشون بیاد. با شما صورت پایینه. خب من این رو گزینه دمو اینباکس رو میزنم و بیاد اینجا. خب این رو منتظر میشم تا خروجی رو در واقع آماده بکنه، بعد یه سری کار رو انجام بدید. خب من میام اینجا، میام همه مسیج همون دیلیت کنه، نمیخواه قبل بیا چیز بمونه. مسیج رو میخواستی دیلیت کنه، روی این کلیک میکنه، رفرش آخرین تغییرات مسیجات رو نشون میده. میاد روی گزینه SMTP setting، روی گزینه شو، در واقع روی ببخشید گزینه شو هایدش که هاید میکنه، روی گزینه شو داره میگه اسم هاست هستش SMTP mail probe io، ایشون رو کپی میکنه. میاد روی گزینه env تون، روی env تون شما یه مقدار دارید به نام چی؟ میل. میل میلر بذارید اس ام تی پی باشه، هیچی، میل هاستتون میشه ایشون. من کپی کردم، یه کنترل سی میذاریم، یه کنترل بی. پورتش رو خودش هر مقداری که داده 25-25-587 مقادری هستش که شما میتونید 25-25 بذارید. معمولا من که همیشه گذاشتم 25-25 جواب داده. یوزرنیم داری؟ الان اینجا میتونم یوزرنیم من رو ببینم تو فیلم و از یوزرنیم من استفاده بکنم، ولی خب چون یوزرنیم استفاده بعید دارم که تو استفاده شده بریزم. یوزرنیم رو کپی میکنم، هر کدوم تو که لاگین میکنه یه دارم بهتون یوزرنیم خاص میکنم. بیاد اینجا یوزرنیم میزنید، بیاید اینجا پسورد هم همینطور پسوردش رو میزنید و پسورد هم اینجا قرار میدید. مثلا آدرس چیه؟ اسم سایت من از الکود ایران زمین علکی ها، چیز خاصی نیست، info.com. ما معمولا وبسایت ها رو اگر ببینید مثلا نوشته ایمیل مثلا فلان ادسان info.com، خودتون میتونید تو وبسایتتون ایمیل بسازید طرف خودتون و اینجا بیاد آدرسش رو قرار بدید. فردا که طرف اومد اصطلاحا ریسیت کرد، بیاد در واقع از طریق ایمیلی که شما اینجا معرفی کردید بره سمت ایمیل خودش و چه اتفاقی افته؟ عملیات براش یه ایمیل بفرسته که بتونه عملیات ریسیت رو انجام بده. خب الان همه چیز ظاهرا اوکی، یعنی من مشکلی ندارم. میام اینجا و یه رفرش میکنم ببینم اتفاق خاصی میفته یا نه. معمولا بار اول نمیفته چون جالب بود. You have email, your password. میخواستم چیز کنم، اگر نیفتاد میزنید کامپوزر اوتو لود دامپ اوتو لود، این دستور رو مینویسید. معمولا نمیفتاد کامپوزر دامپ اوتو لود،
خب این دستور رو می‌نویسید. اینجا براتون نوشتمش، تو فیلم نگاه می‌کنید. ممکن احتمال خیلی زیاد برای شما بار اول جواب نمیده. حالا مال من نمیدونم چرا بار اول جواب داد. معمولا جواب نمیده. اگه نداد این دستور رو می‌نویسید. کامپوزر دامپ اوتو لود. می‌زنید یه دفعه تمام تغییراتی که توش افتاده رو بیاد چیکار می‌کنه؟ میاد بررسی. خب میایم اینجا منتظر میشیم تا ایشون. خب داره میگه یه ایمیل برات چیکار کردم، ایمیل ریسیت رو برات فرستادم. میام اینجا میبینم اینها اومده، روش کلیک میکنم. بعدا یاد میگیریم این قالب رو، من ایمیل رو کامل یادتون میدم، یاد میگیریم که ایمیل رو کامپلت عوض میکنیم خودمون، هر چیزی که دلمون میخواد، حتی میتونیم فایل بفرستیم اتش کنیم. اینا رو باید یاد بگیریم، اصلا انتهایی کارمون هست. میگه اینو برای فرستادم، الان من روی این کلیک بکنم به نظر تو کجا میرم؟ میفرستادم توی یک صفحه ای که میتونم وبسایت خودم رو در واقع بیام یوزرنیم و پسورد خودم رو چکار کنم؟ آپدیت. خب میکنم تو فیلم دیگه بیشتر از این نگفتم. آره تا همینجا داشته باشیم بس، همینجا باشه. ما الان اومدیم توی پسورد ریسیت، دقت بکنید اومدیم پسورد ریسیت توی این قسمت، پسورد ریسیت توکن اومدیم توی اینجا. حواستون هست این توکن هست ها. این توکن، این خیلی خوبه که همچین چیزی رو برای ما میسازه، آماده دم دست دست هر کاری داره بخواد میکنه. الان فرستاده اینجا، فرستاده توی پسورد ریسیت توکن. در نهایت کجا میریم؟ میریم این قسمت پست. میره تو کجا؟ پسورد آپدیت. الان ما اومدیم تو کجا؟ تو پسورد ریسیت. خب من میام اینجا بذار بگم، فقط تو داکیومنت توی چیز نیست، توی پاورپوینت نیست، یادم بندازید که حتما بگم. خب میام روی گزینه ریسیت پسورد کنترلر. ایشون میگه بعد از اینکه ریسیت شد کجا بره؟ روش کلیک میکنه، بازم میفرستش تو هوم. شما میتونید در واقع بفرستش تو مسیری که دلت میخواد، که توش بحثی نیست. میای روی تریت کلیک میکنی، این الان داره یه صفحه رو برای شما نشون میده دیگه، آس پسورد ریسیت. داره میگه برو تو این مسیر. اینا بعدا یاد میگیرید، بعدا تو ایمیلاتون آموزش میدن قسمت. میاد اینجا آس پسورد ریسیت، میاد میره توی قسمت ریسیت. این همون چیزی صفحه هستش که اینجا دارید میبینید. میتونید فارسیش بکنید دیگه، فارسی کردنش با خودت. و اگر دقت بکنید توی فرم الان میفرستش کجا؟ پسورد آپدیت. دقیقا همین مقداری که شما اینجا دارید میبینید. حالا من اگه بزنم چی باید بشه؟ آپدیت. اینم که خیلی چیز ساده ایه دیگه، پسورد رو ریست از این مقاده میرید تو خونه میشین فارسیش بکنید، سخت نیست فارسی کردنش. و کافی هستش که من اینجا چکار کنم؟ مثلا بنویسم 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. خب همین رو میذارم ریست پسورد. بعد که کار انجام شد فرستاد کجا؟ تو مقدار آپدیت، در واقع مقدار تو رجامین. اگه بیاد اینجا پسورد هم بدن عوض شد. نمیدونم با خدا اومده بودم مثل بکنم بیام رو گزینه ورود ورود رجامین میشه. این پسورد این رو در واقع چیکار کرد؟ آپدیت کرد. میام اینجا لوگین رو میزنم و 1 2 3 4 5 5 که عملیت بعد میام از آپدیت پسورد سوال بکنم دیگه.